اعتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مطالبی را علیه ایران و حزب الله لبنان مطرح کرده است. سخنگوی اعتلاف سعودی مدعی شده که خواست ایران در یمن ویرانی است و حزب الله لبنان مسئول هدفگیری غیر نظامیان در عربستان و یمن است. همکار عملی اکبری گزارش می دهد. یمن بیش از شش سال از شاهد جنگی خانمان سوز است. جنگی که با مداخله نظامی اعتلافی به رهبری عربستان سعودی در امور داخلی یمن صورت گرفت. حالا ترکی مالکی سخنگوی اعتلاف سعودی بدون اشاره به قتل و کشتار غیر نظامیان بیگناه یمنی در حملات هر روزه سعودی ها به این کشور گفته ما موافق تمام طرحهای حمایت از گفتگو و روند مسالمت آمیز هستیم. و برقراری و احیای صبات و امنیت در یمن به نفع عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. از این رو طرحهای بسیاری برای حل سیاسی فراگیر ارائه کردیم. اما حوسی ها یا همان انصار الله یمن آنها را رد کردند. ترکی با اشاره به اینکه ادله رو خواهیم کرد که انصار الله تصمیم گیرنده نیست و ایران و حزب الله لبنان به جای آن تصمیم می گیرند در سخنان خود مدعی شد نظام ایران ایده طایف گرایان در یمن، لبنان، عراق و سوریه را تغذیه می کند و گروه های اطلاعاتی و خرابکار در کشورهای شورای همکاری خلج فارس دارد. او همچنین مدعی شده که جنگ در یمن نبرد بین صلحی است که ما میخواهیم و ویرانی است که ایران میخواهد او در ادامه کنفرانس خبری خود در توجیه بمباران غیر نظامیان گفته حوسی ها را در محله های مسکونی ذخیره کردند و غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند در حالی که غیر نظامیان به خصوص با ادامه کوچه آنها اولویت ما هستند. ترکی همچنین اظهار داشت 851 پهباد و 430 موشک را حوسی ها به سمت عربستان شلیک کردند که ما آنها را رهگیری و دفع کرده ایم. به گفته وی اعتلاف سعودی همچنین صد قایق بمب گذاری شده را در دریای سرخ منهدم کرده و به این ترتیب در برقراری امنیت در باب المندب و جنوب دریای سرخ سهیم بوده است. مالکی در توجیه بمباران فرودگاه صنعا نیز گفت حوسی ها از فرودگاه صنعا برای شلیک موشک ها به سمت عربستان استفاده می کنند و همچنین از آنجا برای به پرواز درآوردن پهپادها و شلیک موشک های بالستیک بهره می برند حوسی ها های ویژه پهپادی را کسب کردند و آزمایش هایی را در داخل فرودگاه صنعا انجام می دهند او همچنین ویدیویی را ارائه کرده و مدعی شده که مربوط به کارشناسان حزب الله لبنان در یمن است. یمن همچنان در آتش زیاد خواهی قدرت های منطقه و جهان می سوزد. قدرت هایی که هر کدام دیگری را عامل کشدار معرفی کرده و خود را طرفدار آزادی و شکوفایی معرفی می کنند.